بحث بعدی بحث فولاد. یکی از محورهای استیزا فولاده. گفته شده که انحصار دولتی در فولاد. کدوم انحصار؟ ما 94 واحد فولادی داریم. وزارت صنعت ایمیدرو فقط در یکیش سهام داره، اونم مبارکه. فولاد مبارکه 19% ظرفیت کشور رو داره و ما 17% توش سهم داریم. یعنی کلن تو 94 واحد فولادی که 45 میلیون تن ظرفیت داره ما 3% سهم داریم. آیا این میشه انحصار؟ بحث بازار. یکی از افتخارات ما در وزارت صنعت معدن تجارت شفافیته. امسال 6 ماهه اول امسال نسبت به 6 ماهه اول سال قبل 42% بیشتر عرضه شده فولاد در بورس کالا. سنگ آهن 400% بیشتر عرضه شده در بورس کالا. آهن اسفنجی 800% بیشتر اضافه عرضه شده در بورس. این یعنی شفافیت. همه شما موافقید بورس کالا شفافترین سازگار برای معاملاته و ما خوشبختانه تمامی معاملات رو در زنجیره فولاد وارد این بحث کردیم. اتفاقات بزرگی در فولاد افتاد. امروز ورق از پارسال موقعی که ما کارو بودید ارزان‌تر 20%. امروز میلگت ارزان‌تر و در بعضی از اقلام حداکثر معادل سال قبل. یعنی شیرینی مدیریت شد. در اسفند، در فروردین و اردیبهشت که تحولاتی اتفاق افتاد، ما تونستیم کاملا قیمت فولاد رو مدیریت کنیم به گونه ای که در فروردین امسال قیمت فولاد در ترکیه 50% بالاتر از ایران بود میلگرد. اگر بازار مدیریت نمی شد به راحتی قیمت جهش می کرد، اما به راحتی این مدیریت شد.